نوع تشخیص فلزیابا با هم متفاوته. تفکیکاتشون یکسان نیست. از چه نظر اندازین که مغناطیسی یا فرکانسی؟ البته اینجا بحث عدد ویدیایی در فرکانسی مغناطیسی نیست. عدد ویدیایی یه جدول تفکیک ثابت و بین المللی برای همه اهداف طلا، نقره، نیکل، کروم، مس، روی آهن، برنز، برنج و اعدادش چه در مغناطیسی ها چه در فرکانسی ها یکسانه. تفاوتشون در نوع نحوه تشخیصشون در جریان کارشونه. یعنی با مغناطیس تشخیص میده یا با فرکانس. فرکانسی ها ترشورد 108 دارن، مغناطیسی ها ترشورد صدا دارن. سیستم هایی که فرکانسی هن چون از انرژی و تشعشع بهره میبرن، تعیین وضعیت بارهای الکتریکی مثبت در جریان الکترون های بازتاب شده در انرژی و تشعشع رو که از حرکت الکترون ها در طبقات و لایه های متوابده حول محور اتم تلاس رو میتونه جدا سازی کنه، میتونه تشخیص بده. در اسمیر اون بار مثبت یا میدان الکتریکی که شکل گرفته رو از حالت استاتیک به حالت الکتروستاتیک در میاره. زمانی که خطوط یا نیروهایی که در یک انرژی هایی که ساکن شدن در یک هدف منبع فلز با جریانات مربوط به فرکانس یا مغناطیس روبرو میشن، هر دوتاشون میتونن فعال شن، وضعیت الکترومغناطیسی به دست بیاد یا ایجاد شه یا حرکت ذرات بشه، حرکت ذرات بار الکتریکی مثبت یا منفی. حالا بستگی داره اون سیستم چی رو میتونه تشخیص بده، جدا کنه. گفتیم فرکانسیا میاد بارهای مثبت هم جدا میکنه، منفی رو جدا میکنه، مثبت هم جدا میکنه. فلزاتی مثل طلا یا فلزاتی که مغناطیسشون پایینه، پارامغناطیسن، به دلیل اینکه مغناطیس ایجاد نمی‌کنن تو فلزیابای پالسی وی ال اف تی آر وی بی اف او قابل تشخیص نیستن، به خصوص در عمق زیاد. حالا در عمق کم اون جریان تغییر موج مغناطیسی که در سر جستجوگر از حالت مغناطیس پدید اومده یا میدان مغناطیس میتونه طلا رو تا یه حدودی بگیره، ولی وقتی فاصله زیاد میشه دیگه اون عامل ایجاد کننده یا سر جستجوگر نمیتونه طلا رو تشخیص بده و پاسخی از فلزات پارامغناطیسی یا طلا با فشار مغناطیسی بازتاب نمیشه که بتونه پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی اونا رو تشخیص بده. این فرایند تفاوت تشخیص بین سیستم ها در فرکانسی ها و مغناطیسی ها در این مرحله است. حالا مراحل دیگه هم وجود داره. مگنوم تسلا یونیابا هیچ کدوم نمیتونن هیچ فشاری جریان مغناطیسی رو از هیچ فلزی در آن واحد یا در جا بگیرن که بتونن تشخیص بدن این چیه. وقتی در آن واحد کسی نمیتونه فلزیابی یا رادار زمینی دستی یا معدنیابی هدف فلز رو تشخیص بده، پس اگر بگی قدیمی هم باشه اونم تشخیص نمیده، چون قدیمی هم به طور طبیعی دارای بار الکتریکی، دارای جریان انرژی، تشعشع و جریان مغناطیس هستند. حداقل جلوشون نزدیکشون بگیری بعد جواب بدن دیگه، پالسی وی ال اف تی آر بی اف او که میده، ولی توی سیستم های مگنوم تسلا یونیاب چنین اتفاقی نمیفته. شما حتی نزدیکش هم بیاری طلا یک فلزش واکنشی نمیده. با آهنربا میگیرم، آهنربا رو قطبینش اینور اونور میکنم، قطبشو رنگ اون صفحه یا رنگ اون چیزی هم که توی صفحه نمایشگر یا تبلت یا لپتاپ میاد بالا عوض میشه. پس جریان تفکیک فلزیاب ها آهنی غیر آهنی مال مغناطیسی هاست و انواع فلزات با عدد ویدی های مال فرکانسی هاست. اینا تفاوت هاشون در تشخیص به نسبت عمق، جریانشون و نحوه اختلافشونه. مغناطیسی ها با تغییر فاز دو میدان مخالف پاسخ میدن، فرکانسی ها با جریان ارسال، دریاب و جابجایی ذرات در یک وضعیت متعادل در یک پرتو باریک خطوط خودشون.